وکیل امیر حسین مرادی، یکی از سه جوانی که در اعتراضات آبان 98 در ایران بازداشت شده بودند، از خودکشی ناصر مرادی، پدر امیر حسین، خبر داده. امیر حسین مرادی به همراه سعید تمجیدی و محمد رجبی به جرم مشارکت در تخریب و محاربه به اعدام محکوم شده بودند. بعد از اعتراضات گسترده در شبکه‌های اجتماعی، دیوان عالی ایران درخواست بررسی مجدد پرونده را پذیرفت و اجرای حکم اعدام آنها را متوقف کرد. بابک پاکنیا، وکیل امیر حسین مرادی، درباره دلیل خودکشی آقای مرادی بیشتر توضیح داد. بعد از اعدام، در واقع بهتر بگم بعد از اجرای حکم قصاص نوید افکاری، خب جو بسیار ملتهب بود برای خانواده موکلین ما. هر سه خانواده بسیار مضطرب و نگران بودن که نکنه برای فرزندان ما هم همین اتفاق به صورت مشابه بخواد بیفته، که ما در واقع وکلای پرونده با خانواده ها صحبت کردیم، اونها رو آروم کردیم، توضیح دادیم که شرایط هر پرونده متفاوته با پرونده دیگه و مسائل رو براشون تبیین کردیم. تا حد بسیاری هم این در واقع صحبت ها مؤثر بود. در ادامه متاسفانه یک بی اخلاقی صورت گرفت و شخصی با خانواده تماس میگیره، با خانواده مرادی، میگه که شما بیایید و با من مصاحبه بکنید، با برنامه ما مصاحبه بکنید و اگر این کارو نکنید بدونید که جون بچه‌تون در خطره، شما بدونید بچه‌تون در نوبت اعدامه، اگر سکوت بکنید قطعاً جنازه بچه‌تون رو تحویل خواهید گرفت. خانواده با ما تماس گرفتن و ما به دیدنشون رفتیم، بهشون توضیح دادیم که واقعاً این گونه نیست، این اخبار دروغه، این اخبار کذبه، دارن از این شرایط حالا سوء استفاده میکنن در پرونده ما. مؤثر هم بود ولی به هر حال شرایط روحی مناسبی نداشتن. متاسفانه امروز مطلع شدیم که این اتفاق افتاده. تا اونجایی که من میدونم و تقریبا از آذر پارسال من با این خانواده در ارتباطم، شرایط روحی خوبی نداشتن. پدرشون واقعا خیلی موقع برآشفته میشدن، به لحاظ روحی به هم ریخته بودن توی این چند ماهی که من میدیدمشون و اونها رو آشفته کرده بودن، به لحاظ روحی اصلا شرایط خوبی نداشتن. امروز این رو هم توضیح بدم، امیر حسین مرادی از زندان اعزام شده بود به بیمارستان. مادر امیر حسین برای اینکه در واقع فرزندش متوجه نشه تو چه شرایطی قرار گرفتن، رفت بیمارستان، چون هر دو ماه یک بار امیر حسین برای مسائل بیماریش و درمانش میومد بیمارستان رازی. خب هر وقت امیر حسین میومد، خواهرای امیر حسین به همراه پدر و مادر به دیدار امیر حسین میرفتن. این دفعه مادر به تنهایی رفته بود که امیر حسین برای سوال بود که چرا تنها اومدید. به هر حال سعی کرده بودن یه جوری موضوع رو به اطلاع اون نرسونن. ما به امیر حسین نمیخواستیم به طور مستقیم اطلاع بدیم. اول تو فاصله ای که میدونستیم از بیمارستان دارن دوباره اعزامش میکنن به زندان، به همبندیای او اطلاع دادیم که اگر امیر حسین رسید به زندان، موضوع رو خیلی به حال کم کم به اطلاعش برسونید که خیلی شوکه نشه، چون خود امیر حسین هم تعجب کرده بود که چرا مادرش تنها اومده، مدام هم سوال میپرسید. خب دوستانش بهش کم کم اطلاع دادن و امیر حسین زنگ زد به مادرش و مادرش موضوع به اطلاعش رسوند. متاسفانه به شدت گریه میکرد، همه منقلب شده بودند و خیلی شرایط سختی بود واقعا. هر طور شده بود به اطلاعش رسوندیم موضوع.